چرا؟ برای اینکه 7-8 ساله موندیم. چرا؟ برای اینکه عقلی که بسیاری دارند و علمی که بسیاری دارند به کمکشون نیامده که بیان باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفشون رو زیر سوال ببرن و اون وقت با مسائل یه جوری واقع بینانه‌تر نگاه کنن. یعنی اگر امیدوارم این حرف من درست باشه، این نیست، اشکال نداره. بزرگترین دشمن ما در طول تاریخ 300 سال گذشته روسیه بوده. همه گونه میشه نشون داد. اصلا در تمام جهان انگلیس‌ها لعنتی بودند و هستند، بحثی هم نیست، بقیه جامعه همینطور، ولی اونا بودن. همچنان هم هستن. ولی شما بپذیرید. عده‌ای وقتی که در یه دورانی و همچنان برخی وقتی موضوع به نگاه‌های اخیر اونم نه تزاری روسیه اتحاد جماهیر شوروی میرسه، همچنان جانبداری از اونا میکنه. حتی ببینید، من شنیدم، امیدوارم اشتباه به من گفته باشند، که برخی بعد از مرگ رهبر کره شمالی اظهار تأسف کردند یا احضار بدی. شما ماجرای مرگ این آدم رو نگاه کنید. از نظر من به عنوان کسی که کمی کمی با مسائل روانی آشنا هست، یا اون بازی که اینا نشون میدادن سراپا دروغ و فریب بود، که یعنی اصلا به عده نمایش گفتن این رول بازی کنید، یعنی همه نمایش، اون گریه‌ای که میکردن، اون نوعی که حرکت میکردن، و یا اینکه آنچنان این مردم مسخ شدن و دیگه اصلا انسانی که ما در نظر روانی اجتماعی در طول تاریخ میشناسیم و میشناختیم و میشناسیم نیستن، که اینگونه عمل میکنند. یعنی من اصلا باور نمیکنم. شما این منظره ها رو ببینید. آیا شما هرگز انسانی رو اینجوری دیدید؟ آیا این مسئله واکنش یک حال غم و اندوه و حسرت یک انسان برای مرگ کسی است؟ آیا این اصلا میخوره؟ آیا اگر من شما رو دیدم که مثلا وقتی خوشحالید، امیدوارم اذیت نشید، از چشمتون یا دماغتون از گوشتون خون میریزه بیرون، من باید فکر کنم آقا اینم یه جور ابراز احساسه؟ یا بر اساس اون حد اقلایی که میدونیم شما یک گرفتاری جدی دارید؟ وقت شما فکر بکنید یک کشوری که کاملا کنارش کشور دیگه، فرهنگ یکی داره، تاریخ یکی داره، سابقه یکی داره، کره جنوبی و شمالی، اون کشور داره میره جز 15 تا و به زودی 10 تا کشور اول جهان میشه، اون کشور از نظر آموزش پرورش بعد از فنلاند دومی کشور جهان داره میشه، یک کشور دیگه گرسنگی مردم میکشن، مردمش هیچ خبری از جهان ندارن، آیا واقعا نداشتن خبر رو هم میشه هیچ جور توجیه کرد؟ هیچ خبری از جهان ندارن. بعد برای مرگ اون مردک یه همچین کارایی بکنند؟ بعد شما به دلیل برداشتای ایدئولوژی وردارید تسلیت به اونا بگید و فکر کنید یه مرد بزرگی از میان رفته؟ آیا رنج انسانها، در بند کشیدن انسانها، مسخ انسانها و انسانیت رو از آدم ها گرفتن به دلایل ایدئولوژیک درسته؟ آیا اصلا میشه از یه همچین راهی به حقیقت و انسانیت رسید؟ یه توضیح کوچکی عرض میکنم، یه کمی حاشیه است، با سرعت هم اگر خواستید راجعش کنیم بحث کنیم. ببینید، من و شما وقتی به این دنیا میاییم تو یک سال اول با حسمون زندگی میکنیم، یعنی جهان رو میبینیم، میچشیم، یه مرحله حسی است، تولد تا یک سالگی، چیز دیگه نقش مهمی نداره. بین یک تا 7 سالگی دو چیز دیگه وارد صحنه میشه، یکی هوش ماست، اینتلیجنس، یعنی اون تنوع در سازش، اون توانایی برای درک روابط و شرایط و استفاده از اون، که بچه کوچولو میدونه وقتی به شما میرسه، چون دفعه قبل بهش محبت کردید و شیرینی دادید، میاد سراغ شما رو بغل شما برای شیرینی بگیره، هوشش رو به کار میبره. یکی تخیل و تصور، ایمیجینیشن اند ویژوالیزیشن، یعنی کودک انسانی در 2 سالگی 4 سالگی اصلا دنیاش تخیل، اینی که با خودش میره ساعت و حرف بزنه، با خودش بازی بکنه، وانمود بکنه، و ماجرا وارد بحث روانش نمیخوام. ای کاش انسان در 7 سالگی با حس و هوش و تخیلش زندگی میکنه. دو چیز به دست میاد، یکی احساسات و عواطف و هیجانات، یعنی feeling and emotion، که من حالا از شما خوشم هم میاد یا از همسایم بدم میاد، و دوم باورها و اعتقادات من، belief system من، که مردا خوبن، زنا بهترن، یا همسایه خوبه یا همسایه بده، یعنی باورهای من. اشکال کار در دنیای امروز از نظر روانی این است که همدردی مشکلی رو حل نمی کنه. ما قرار از درد دیگری، از این درد مشترک، به قول شاملو، باخبر بشیم. این درد مشترک ما رو
باید به حالی در بیاره که به دنبالش حرکت باشه، ولی ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم. ما دیگه نمیتونیم، دوران همدردی گذشته، مخصوصا وقتی که درد آنچنان عمومی شده که آدم ها مسئولیتشون رو رها میکنن. من بارها عرض کردم مشکلی که امروز در جامعه ایران وجود داره یأس است و ترس. یأسی است که مخصوصا اوناییمون که یه ذره سنمون از 50 گذشته داریم، به دلیل اینکه هزاران بار به حساب خودمون سر خوردیم یا فریب خوردیم، و ترسی است که همه دارند به خاطر آنچه که در جهانی است که شما میتونید فدا بشید و کشته بشید اما تأثیر چندانی در جریان حوادث به وجود نیارید. هم خود مرگ ترس آوره، هم بی نتیجه بودنش که برمیگرده به اون یأس. بله، ما یه تصویر و تصوری داشتیم که در طول تاریخ بوده و درستم بوده. آدم ها رو میشه صدها سال با شستشوی مغزی از جایگاه و مقام انسانیشون پایین کشید و اونها رو تبدیل به بره و بنده و بره کرد، و بعدم همطور که میتونید بردار و ارباب و گرگ هم پیدا میشه. اون حرف درستی بوده در گذشته، اما نه در دنیای امروز. در دنیایی که خبر اثر داره و خبر با خودش خطر میاره، و به همین جهت است که اون همه کوشش هایی که شما بهش اشاره فرمودید، اگر بوده که من نمیدونم، به جایی نمیرسید. و به همین جهت بود که یک بنایی بود که پایه‌ای نداشت، مایه‌ای نداشت، و فقط تا زمانی که شما دو طرفش رو بگیرید میتونست بایسته، اما روزی که او رو رها کنید یا بخواید درش زندگی کنید، روی سرتون میتونه خراب بشه. و این اتفاقی است که میفته. به همین جهت است که اگر در از نظر انسانی و روانی پا گذاشتن روی واقعیت و اخلاق ما رو نابود میکنه، یه جامعه هم که روی واقعیت ها و روی اخلاق پا بگذاره نابود میکنه. به همین جهت که انقلاب قبل انقلاب پسر بود علیه پدر، این انقلاب دختر علیه پدر، و این انقلاب انقلاب اخلاقی است. پسر در یک تضادی با پدر برای به دست آوردن قدرتشه، و بنابراین این گفتگویی است که میشه از عقده ادیپ فروید هم ازش استفاده کرد، یا تاریخ رو، یا نگاهایی که احتمالاً یونگ به این ماجرا میکنه. اون ماجرای پدر و پسر فقط جانشین میشن و این پسران پدران میشن. اینی که در طول تاریخ هم نگاه کنید چقدر این بزرگان پسران خودشون رو کشتن یا چشماشون رو درآوردن و یا به جان هم انداختن. به همین جهت است که انقلاب پسر و پدر انقلاب خشم است و کینه و دشمنی و جانشینی. این ماجرایی است که مثلا در نظام چند زنی که بیش از 90-95% تاریخ ما داشته اصلا به وجود آورده. داستان‌های مربوط به خود ما، داستان‌های حیرت انگیز شاهنامه رو، رستم و سهراب رو شما نگاهش کنید. یعنی این داستان و این مدل کشتن پسر به دست پدره و بعداً مرگ پدر به خاطر این کاری که کرده. انقلاب دختر علیه پدر انقلاب اخلاقی و انسانیه. انقلاب یه موجودی است که بیش از اون که قدرت رو بخواد، عدالت رو میخواد و برابری رو میخواد. و به همین جهت است که او به دلیل اینکه دختر است و مادره، فرزند نمیزاد که به جنگ بفرسته کشته بشه. در طول تاریخ مادران زاییدند و پدران در جنگ ها کشتند. اون چنین نمیکنه. اما موضوع اخلاقی مطلب دیگری است. امروز شما وقتی که با جوانهای ایران در ارتباطی تو میشنویدشون، در اونا اولا درکی از واقعیت و حقیقت میبینید. اولین اصل اخلاقی، میخوان بدونن واقعیت چیه و حقیقت کدامه، کجا هستند و کجا باید برن. دوم، عادل و منصفند. زیر اون همه فشار همچنان مواظب و مراقب دیگری هستند، مهربونند. این همه ظلم و تجاوز رو نه از سر مصلحت، بلکه به دلیل باور که با خون خون رو نمیشه شست، تحمل میکنن. و مسئله آزادی و آزادگیشون مسئله شونه، و بعد پذیرفتن حرمت و حقوق انسانی. یعنی این 5 تا اصل اخلاق، واقعیت و حقیقت، عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق و حرمت و حیثیت، این اون چیزیست که شما بیشتر میشنویدش. معلومه که برای رسیدن به یه اصول اخلاقی شما یه حداقلی از واقعیت رو میخواید که نیازهاتونه، ولی شما در گفتگوهاشون میل اونها رو به ثروت، میل اونها رو به شهرت یا قدرت نمیبینید، میل اونها رو
به آزادی میبینید، به برابری میبینید، به امنیت میبینید، به آرامش میبینید، به راحتی میبینید، به پذیرفتن با دیگران، حتی صلح با اونهایی که دشمنان تاریخیشون بوده. شما اون موضوع، اون هم در یه جامعه‌ای که شعار اصلیش مرگ هست، شما بوی زندگی رو میبینید و معلومه که اگر انقلاب قبلی انقلاب ایدئولوژی بود، این انقلاب انقلاب اخلاقی است، یعنی آرمان خواهه. تفاوت آرمان و ایدئولوژی رو در گفتگوی قبلی خدمتتون عرض کردم و این اون چیزی است که انسان رو خوشبین و امیدوار میکنه و به نظر من بشریتم یا باید نابود بشه یا باید راه و اخلاق رو و آرمان رو انتخاب کنه، نه ایدئولوژی رو. به همین جهت است که اگر قرن 18 هم همه زمینه ها برای گفتگوهای ایدئولوژی باز شد، اگر قرن 19 هم رو به درستی قرن ایدئولوژی ها گفتن، ما در قرن 20 هم همه ایدئولوژی ها رو، چه چپ و چه راست، رو امتحان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که موضوع اصلی انسانه و آرمان انسانی است، نه ایدئولوژی و باورها. اون چیزی که شما فرمودید، اونها به دنبال پیاده کردن یک نگاه بسته محدودی بودند که یا باور داشتند، یا باور داشتند ممکنه، یا باور داشتند که دیگران که بدن ممکنه جای اونها رو بگیرن و بنابراین برایش حاضر بودن همه گونه هزینه کنن. ولی دنیای امروز خوشبختانه اون دنیا دیگه نیست. امروز شما به این راحتی در یه شرایطی که نسبتاً آزادی وجود داره، انسان رو برای کشته شدن و کشتن دیگری به میدان نمیتونید بفرستید. ببینید، مرحله اول در انسان مرحله جلوه‌گری و نمایشه. من میخوام نمایش بدم. مرحله دوم که پشتش میاد خودخواهی و خواهشه، یعنی من خودخواهم و فقط میخوام. اما مرحله سوم به نظر من مرحله خوددوستی و آرامشه، یعنی من خودم رو دوستم. و مرحله چهارم دگردوستی و ستایشه، یعنی تشویق و تایید همه، برای که ما با رشد همه هست که ما هم رشد میکنیم، با بالا رفتن این هواپیماست که همه بالا میریم، در حالی که مراحل قبلی نیست. معلومه نسل ایران با وجود همه اون فشارها، از دل این واقعا لجنزاری که به وجود آمده، معلومه به صورت نیلوفر آبی بیرون زده. چرا؟ شما اگر وارد بحثای مذهبی و فلسفی نشید، از نظر علمی امروز کودکی که در یکی دو ماهگی بدونی که اصلا شما رو بتونه به درستی ببینه و تشخیص بده، چون تا 3-4 ماهگی نمیتونه، به شما لبخند میزنه برای که طبیعت در طور تاریخ به اون محبت رو آموخته. کودک انسانی از آغاز به دیگری میخواد بچسبه و اون رو اصلا تو شکم مادرش تمرین کرده، 3-4 ماهی با دستش مک زده که بیرون که میاد بتونه زنده بمونه و بعد میخواد به مادر بچسبه. و بعدن این موجود با لبخندش که ابداً تکرار میکنم نه حسی است نه احساسی است، ریفلکشنه، طبیعت درش گذاشته که من و شما رو به این که او داره پاسخ میده به این همه توجه و محبت آماده میکنه. انسانی که به دنبال نوازشه، تا اونجایی که بین 6 تا 12 ماهگی من و شما اگر نوازش نشیم، صبح که سراغ بیان میتونیم مرده باشیم، از غذا برای ما لازمتر و واجبتره. انسانی که با مفهوم محبت که اساس خلقته، وارد بحث این که علت خلقت عشقه نمیخوام بشم، مکانیزم خلقت رو که میشناسیم، عشقه، هدفش رو میشناسیم، معلوم آدم ها به اون سمت میرن. دو جور آدم ها در دو کوره به خوبی در میان، یکی در کوره مذابی که اون جوهر واقعی خودش رو میتونه نشون بده برای که همه چیز رو آب بیکنه و میره و اون جوهر رو نشون میده، یکی در وقتی شرایط محیط مناسبه و شما به درستی اون رو تربیت کنید. من دو جور میتونم انسان والا و بالا داشته باشم، یکی از دل لجنزار و یکی در یک مرغزار پر از گل و ریحان که درست کردیم، چون از اونجا از صد تا یکی ممکنه به درخشه، ما از این راه میریم. به همین جهت که شما میتونید فرزندتون رو به خواندن درس وادارید، یکی از طریق این که درس رو و آموزش رو براش از طریق شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و حظ و کیف و آزادی به وجود بیاری، این کار در انسان ممکنه، یکی این که با تنبیهش. ولی از 100 تا بچه‌ای که تنبیهش می‌کنی، دو تاش درس خون میشه تازه آسیب می‌بینه، در حالی که از 100 تا بچه‌ای که توی محیط خوب بارش میارید، 90 تاش به جایی میرسه. بنابراین هر دو ممکنه. جامعه ایران
شرایطی به وجود دارد. اینچنین نگاه کنید به تجزیه و تحلیل که ارفان توین بی میکنه. توین بی معتقده که هیچ تمدنی، هیچ سیویلیزیشنی از این 22 تا یا 17 تا در هیچ جای مناسبی در طول تاریخ به وجود نیامد. در جایی بود که شرایط سخت و مشکل بود اما نابودی به دنبال خودش نداشت، اونقدر مشکل نبود که از بین بره. همون حرفی که ابراهام مزلو میزنه، اون چیزی که منو نابود نکنه از من میتونه موجود بهتر و برتر یا قوی تری بسازه. بنابراین شرایط ایران خوشبختانه وضعیتی رو به وجود آورد که چون نابودی رو به دنبال خودش نداشت، بودها رو درش نمودی داد.